به نام یاد خدای بخشنده و مهربان، عزیزان همیشه همراه از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری با برنامه روشنا همراه شما عزیزان هستیم و در خدمت شما هموطنان عزیزم. امیدوار هستم که تا این لحظه از روز را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و روزه و نمازهایتان قبول باشه، طاعات و عباداتتان انشالله که قبول درگاه حق قرار گرفته باشم. همراه ما باشین با برنامه روشنا که امروز هم با شما عزیزان هستیم و امیدوار هستیم که تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین. همین قسم که ما و شما میفهمیم که گناهان کبیره زیاد هست، حتما شما عزیزان در جریان هستین، مطالعه دارین در این زمینه. ما گناهان کبیره زیاد داریم، ولی بزرگترین گناه کبیره از نگاه شما چی هست؟ بزرگترین گناه کبیره و بدترین گناه کبیره. شاید در این مورد تا به حال فکر نکرده باشین و شاید هم باشین. ای که بزرگترین گناه کبیره و بدترین گناه کبیره در زندگی ما چی میتونه باشه؟ من ایره برای شما عزیزان امروز بیان میکنم که بزرگترین گناه کبیره و بدترین گناه کبیره سوء ظن داشتن به خدای بزرگ هست. ای که بدبین باشیم به خدای بزرگ خوب ما، ای که بگویم که خدایش وقت استغفارهای ما را قبول نمی کنم، خدا دعاهای ما را مستجاب نمی کنه، خدا حاجات ما را نمی ته، خدا هیچ وقت به ما لطف نداره، رحمتش به ما نمی ته. بدبین نباشیم به خدای بزرگ، سوء ظن نداشته باشیم به خدای بزرگ، که خود این سوء ظن داشتن و بدبین بودن به خدای بزرگ میشه اکبر الکبائر، یعنی بدترین گناه کبیره. انشالله که در این شبهای قدر که در پیش رو داریم بتانیم که با لطف و رحمت خداوند کاملا یقین داشته باشیم و بفهمیم که خداوند لطف و رحمتش همیشه برای ما ارزانی داشته و استغفارهای ما را در این شبهای قدر قبول میکنه و رحمت بی نهایت خودش بر ما و شما ارزانی میکنه. در خدمت خواهر خوبم خانم حسنزاده هستیم امروز. سلام میکنیم خدمتشان و قبولی طاعات میگیم برایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و همه بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشم و طاعات عبادات شما و همه بینندگان عزیز هم انشالله مورد قبول حق قرار بگیرم. انشالله زنده باشین. تشکر. و ما بیننده‌های عزیز ما خب در جریان هستن که روزهای یک شنبه در رابطه با ماه مبارک رمضان به سمت رستگاری و قدم‌های ما به سمت رستگاری هست. یعنی ماه مبارک رمضان خودش یک بهانه‌ای هست که ما بتانیم از این روزها و شبها استفاده کنیم برای که بتانیم به رستگاری برسیم. رستگاری را تعریف کردیم و آثار او را بیان کردیم و عواملی که باعث رستگاری ما میشه اونها را هم بیان کردیم خدمت شما عزیزان و میخواییم بگوییم که ماه مبارک رمضان و شبهای قدر و فضیلت شبهای قدر چه قسم ما را به رستگاری میرسانه. خب خانم حسن زادم، حالا که ما به شبهای قدر نزدیک هستیم و در پیش رو داریم و امشب اولین شب قدر ما هست، ما از این شب قدر و فضیلت این شب قدر چه قسم استفاده کنیم که بتانیم به رستگاری برسیم؟ بله، همونجور که شما فرمودید موضوع برنامه ما ماه رمضان آغازی دوباره برای رستگاری بود. در جلسات قبلی که ما در خدمت بینندگان عزیز بودیم در مورد رستگاری و همونجور که شما فرمودین عواملی که باعث میشد که انسان به سعادت و خوشبختی برسه ما اونا رو بیان کردیم و گفتیم که میتونن ایمان باشه که همراه عمل صالح باشه و اطاعت از خدا و رسول خدا بود. عبادات رو بیان کردیم که در رأس عبادات گفتیم نماز رو قرار داره، تقوا که خودش باعث راهی بود برای رسیدن به رستگاری و خودسازی و تزکیه و امر به معروف. بله. اما همونطور که شما فرمودین با توجه به که در ایام شبهای قدر قرار داریم، خب چند عاملی که باعث میشه در این شبهای عزیز انسان رو به رستگاری برسانه همراه شما بینندگان عزیز بس و گفتگو میکنیم. بله. که این عوامل ما به صورت خلاصه اینا رو بیان میکنیم، بعدش پشت سر هم اینا رو توضیحات میدیم. درست. یکی از اونها ذکر یاد خدا و استغفار هست.
درست. از خداوند متعال و توبه از گناهان و صبر و پایداری و استقامت هست. خب اما همونطور که ما در جریان هستیم و احادیث زیادی هم وارد شده، خداوند ماه رمضان رو بر سایر ماها برتری قرار داد. بله. حتی اعمالی که انسان در این ماه انسان انجام میده نسبت به ماهای دیگر درستن. برتری بیشتری داره و دارای ویژگی های خاص خودش هست. درستن. خب از بین این ماه مبارک رمضان، شب قدر رو به عنوان بهترین شب و برترین به عنوان فضیلت بالاتری نسبت به شبهای قدر تأکید شده بسیار شده. بله. پس میتونم گفت شب قدر فرصتی و حرکتی در مسیر رستگاریه. انسان به وسیله این شبها که با ذکر یاد خدا و مواردی که ما در برنامه ذکر میکنیم انشاءالله در ادامه، اینها انسان رو میتونه به رستگاری نزدیک و نزدیکتر کنه. بله. خب در شما فرمودید در زمینه فضیلت شب قدر ما این رو بگیم که خداوند متعال در سوره قدر که بله. فضیلت این روز شب ها بسیار رو ساده بیان کرده بسیار و بسیار زیبا و بسیار جالب و بله. معنا این رو بیان بله. کرده. خداوند در سوره قدر می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلت القدر. بله. ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. دارن انا آورده خداوند متعال، یعنی میخواد تأکید کند خداوند متعال که شب قدر شبی است که قرآن در او نازل شده. عظمت این شب رو میخواد در بیان کنم. میگن و ما ادراک ما لیلت القدر، چه کسی میتونه درک کنه شب قدر؟ تو چه میدانی که شب قدر چی هست؟ یعنی وقتی به پیامبر این جمله رو میخوان بیان کنن ده. حتما این بزرگی و عظمتی رو میخوان یاد. درسته. میگن لیلت القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر از هزار ماه هست. ما همیشه میخوایم انسان وقتی چیزی بر از اون مملوس بشه مقایسه میکنه بله. بین دو چیز. خداوند متعال اینجا شب قدر رو از هزار شب هم باز هم گفتن بهتر هست. و در ادامه هم میفرماین فرشتگان و روح خودشون رو در این شب به اذن پروردگارشون برای تقدیر بندگان میاره. یعنی اهمیت رو داره خدا بله. بیان کنه. آخرش میفرماین شبی هست سراسر برکت سراسر رحمت بله. تا طلوع است. یعنی شبی هست که تا نیمه هم بله. تا طلوع صبح این رحمت و برکت از رو ادامه داره. این نشانه ای که شب زنده داری کنن و از دست نتن و غافل نباشن که بتانیم احیا کنیم و با شب زنده داری های خود ما بتانیم به دست بیاریم، درک کنیم این شب بزرگ. شب قدر رو همونطور که بیان شده شب رحمت رو بیان کردن با همون زنده داری هایی که شما فرمودید. بله بله. شب زنده داری، شب رحمت، مغفرت الهی بیان شده. امام صادق علیه السلام وقتی میخواستن در مورد عظمت شب قدر بفرمایند میگن آغاز سال حساب اعمال هست شب قدر، در آن شب برنامه سال آینده نوشته میشه. یعنی میخوان شب قدر رو معرفی کنن، میگن آغاز سال حسابه. بله. یعنی توجه داشته باشین که شب شب مهمه هست. تقدیر یک سال ما معلوم میشه. احسن. در حدیث عیناً همین مطلب شما رو بله. که میگن مقدرات در شب 19 تعیین میشه، در شب 21 تایید میشه و در شب 23 انشالله به امضا میرسه. بله. وقتی مقدرات یک سال انسان در این سه شب باعث بشه که انجام میشه، پس ارزش رو داره با تجربه اصول قدر که بیان کردیم. بله. که انسان این شب رو شب زنده داری کنه. درسته. و از اون استفاده کنه. خب مقدراتی که بیان شده میتونه خیر باشه، سعادت باشه، رستگاری که انسان در پی از او هست در این شب باشه و حتی خدای نکرده ذلت انسان در این شب که مشخص میشه، مرگ و میر، روزی انسان، خیلی مقدرات دیگه هست که در احادیث مختلف و در آموزهای اسلام به او اشاره شده. اما علتی که خداوند متعال سه شب رو ذکر کردن برای شب قدر و در احادیث زیادی هم آمده، یکی مخفی شده شب قدر علتش چیه؟ درستم. چرا سه شب گفتن؟ چرا نگفتن مثلا شب 19 هم هست؟ بله. یا شب 21 هست؟ یا شب 23 هم؟ بلکه گفتن در این سه شب شما باعث بشه که
شب زنده داری شب کنیم، زنده داری احیا کنیم، کنیم، احیا نام یاد کنیم. خدا را داشته احسن. باشیم. به خاطر این است که من یک حدیثی از امام علی علیه السلام در این زمینه دیدم، واقعا جالب بود که علت مخفی بودن شب قدر رو این میدونن که مؤمنان شبهای بیشتری قدر و ارزش احیا رو درک کنن، شب زنده داری رو درک کنن و آرزوی درک فضیلتی بیشتری داشته باشن و به کارهای نیکی که میخوان انجام بدن بیشتر فکر کنن و از گناهان و کارهای زشت خودشون دوری کنن در این شب. یعنی به صورت خلاصه در کلام امام علی علیه السلام این است، شبی هست که بیشتر مثلا در طول سه شب گفتم مؤمنان تلاش بیشتری کنن، چون یک شب باشه بالاخره تمام میشه، پس سه شب قرار دادن که مؤمنان تلاش بیشتری کنن، توفیق احیا و شب زنده داری بیشتری داشته باشن. بله. و حتی از برکات و فیوزات این شب بهره بیشتری ببرن. خب با توجه به اینکه هر چیزی ارزش براش قرار دارد، خب برای ماه رمضان رو ما گفتیم اصلا ماهی است که انسان رو به سوی فلاح و رستگاری با توجه به زمینه هایی که برای انسان فراهم است ایجاد میکنه و میرسانه. خب در ماه رمضان هم ما میگیم که بیشتر اتفاق میفته، ولی امام صادق علیه السلام میفرماین قلب ماه رمضان، یعنی انسان هایی که دارن گامی به سوی رستگاری برمیدارن، حرکتی به سوی سعادت ابدی خودشون میکنه یا در دنیا و آخرت، چون مقدرات را ما داریم در همین دنیا برای انسان مشخص میشه و آخرت از او، بدانن که قلب ماه رمضان لیلت القدر و شبهای قدر است. از اسمش هم معلوم هست، درست است خانم حسن زاده؟ قدر، قدر یعنی عظمت او را میخوام بیان کنم که واقعا شبهای قدر و منزلت داره، پر ارزش هست، با ارزش هست. بسیار عالی، انشالله که بتانیم در این شبهای با فضیلت، شبهایی که در پیش رو داریم و تقدیرات الهی مشخص میشه توسط خدای بزرگ، انشالله که از دست نتیم، غافل نباشیم این شبها و روزهای بسیار با فضیلت را و دعا کنیم، استغفار کنیم و ناامید نباشیم از درگاه خداوند. همراه ما باشین بعد از یک وقفه. مولا مدام به آسمان نگاه می کرد و می فرمود آری همین امشب است شبی که حبیبم رسول خدا وعده داده بود. زیر لب دعا می کرد خدایا مرگم را مبارک گردان، انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عزم سفر دارد علی، سفری که سالها پیش در بدر و احد آرزویش را داشت. دلش هوای فاطمه دارد، سخت دلتنگ رسول الله است. باز هم به آسمان نگاه می کند، ای طلوع فجر، از روزی که علی به دنیا آمده نشده تو بیدار باشی و چشمان علی در خواب، اما این شب آخرین شبی است که چشم علی را بیدار می‌یابی. فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت. محراب در انتظار علی است، به مسجد می رسد، اذان می گوید و خفتگان را بیدار می کند. ابن ملجم در میان آنهاست. اندکی بعد فریادی محراب کوفه را پر می کند، فزت و رب الکعبه. پشت دین می شکند، زمین آسمان بیتاب می شود، ندایی بلند می شود، با
به خدا سوگند ارکان هدایت فرو ریخت و نشانه ها و علم های پرهیزگاری سرنگون گشت و ریسمان محکم الهی گسست. صلی الله علی یا امیر المؤمنین. تشکر و سپاسگزار هستیم از همکاران بسیار خوب ما به خاطر میان برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان شد. انشالله که شما عزیزان هم بهره و استفاده برده باشین و همراهی کنین برنامه روشنا را با موضوع رستگاری و ماه مبارک رمضان. انشالله یک آغازی باشه برای ما برای رسیدن به رستگاری. و این که ما شبهای قدر رسیدیم و فضیلت شب قدر را بیان کرد خانم حسن‌زاده که از هزاران شب بهتر هست و امیدوار هستیم که این شب بزرگ و این شبهای قدری که در پیش رو داریم را هدر نتیم، از دست نتیم و غافل نباشیم و از لحظه لحظه او به خوبی استفاده کنیم. و ما ببینیم که این شبهای قدری که اینقدر فضیلت داره ما چه قسم اونها را باید احیا کنیم، چه رفتارهایی داشته باشیم، چه اعمالی داشته باشیم تا که بتانیم به رستگاری برسیم. هدف ما رسیدن به رستگاری هست. و خانم حسن‌زاده، حالا که شبهای قدر با این همه قدر و منزلتی که داره و شما بیان کردین و تفسیری از سوره قدر بیان کردین برای ما، ما متوجه شدیم که شب قدر از هزاران شب بهتر هست و شبی هست که ما میتونیم استغفار بطلبیم، توبه کنیم که درهای رحمت الهی در این شبها باز هست. خب چه کنیم که بتانیم از فضیلت این شبهای قدر استفاده کنیم برای رسیدن به رستگاری؟ بله، همونطور که شما فرمودین واقعا شب قدر رو ما گفتیم شب سرنوشت ساز هست که دارای ارزش و عظمت بالای نزد پروردگار هست. ولی یک سوالی که ما چجوری این رو استفاده کنیم؟ بله. با بجا آوردن همه اعمالی که در آموزه های اسلام با او تاکید شده، شب زنده داری کردن، خواندن دعا، نماز، طلب و استغفار در این شب خیلی واقعا تاکید شده و تضرع در مقابل و در مقابل پروردگار. و اینکه در رأس این مواردی که ما میخوایم ذکر کنیم اینکه معرفت نسبت به خداوند باشه. بله. این در رأسشون هست، معرفت در نسبت به خداوند، یعنی همین که از درگاهش ناامید نباشیم. احسن. و یک شناخت داشته باشه نسبت به یأس و ناامیدی که بماند. بله. و یک نسبت به خداوند شناخت داشته باشه. یک بتونیم این رو، حتی معرفت رو گفتن مایه نور دلها هست. کسی که اول قبل از معرفت به خدا خودشناسی هست، خودش رو بشناسه. واقعا این شب روزا وقت خوبی خواهم سوری. من فکر کنم در این یک سال چه کارهایی را انجام دادم و چه عادتهای بدی رو باعث بوده که من یک سال داشته باشم و چه عادتهای خوبی داشتم. اگه عادتهای خوب رو که انشالله بر ترک از اونا تصمیم بگیرم. درسته. و عادتهای خوب رو بیشتر اونا رو انجام بدم، خب این خیلی بسیار خوب هست که انسان از خود خود آگاهی داشته باشه. یعنی شبهای قدر ما خود همی حسابرسی به اعمال خود احسن. ما و خود خودشناسی ما میشه یک نوع، میشه یک نوع عبادت، یک نوع تفکر کردن خودش یک نوع عبادت هست. بله. اصلا خود همه هم با ما داریم که میگن باعث رسیدن انسان به مقام رستگاری میشه، چون خود را بشناسیم خدا را شناختیم. اصلا عینن همین رو میخواستم آخر بگم. وقتی که انسان زمینه ها رو فراهم کرد که خودش رو شناخت و باعث میشه که به خدا شناسی برسه. اما عواملی که شما که بیان فرمودین که باعث رستگاری میشه در این شب، اول مورد این است که ذکر ما زیاد لازم است. ذکر و یاد نام خدای بزرگ، استغفار. ذکر، استغفار و نام و یاد خداوند متعال در این شب واقعا از جایگاه بالایی برخوردار هست. سوره انفال آیه 45 میگن ای کسانی که ایمان آوردی، هرگاه با گروهی روبرو شدید ثابت قدم باشید. و این قسمت آخرش مورد نظره، وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. یعنی اینکه خدا را بسیار یاد کنید تا شما رستگار شوید. بله. اگه سعادت میخواید، اگه واقعا خوشبختی میخواد، در ذکر
خداونده. چون انسانی که واقعا لازمه ایمان رو هم دونستن، یعنی ذکر انسان، ذکر که انسان نسبت به خداوند داره، یک فرد مؤمن میتونه داشته باشه که همیشه بیاد خدا باشه. خب ذکر خدا چه یک مصداقهایی رو بیان کنیم که بیننده های عزیز ما کاملا متوجه شدن؟ مثلا میگیم ذکر خدا رو داشته باشین، درست؟ حالا همون تسبیحاتی که میگیم، ذکرهایی که بیان میکنیم، خب مصادیق بیان کنین که احسن. ذکر دائم یاد خدا اون است که همون لا اله الا الله میگیم، به قول شما سبحان الله میگی، و بالاترین ذکر که حتی ما در نماز داریم الله و اکبری که ما میگیم، اینها ذکرهایی هست. ولی خود در این ماه رمضان و شبهای قد دعاهای مخصوصی وارد شده، اعمال مخصوص دارن، همین خواندن دعاهای مخصوص میتونه ذکر باشه. و دعاهای زیادی از جمله دعای سحر ما داریم، دعای ابو حمزه داریم، و حتی در این شبهای قد ما دعای جوشن کبیر رو داریم. اینها ذکر خداوند است، درسته، یاد خداوند است. و حتی ما کلمه لا اله الا الله رو و خواندن آیات قرآن، اینها خودش میتونه در این شب تاکید شده هست و مورد ارزش واقعی قرار گرفته است. پس ما میتونیم با همین ذکرها، با همین خواندن دعاها، و یعنی اینها زمینه از خانم سوری دعا، ذکر، اینها که انسان به او تضرع و او خشوع واقعی نسبت به خداوند برسه. بله. اینها همه مقدمه هست، چون انسانی که یاد خدا باشه محال دیگه فکرها و حتی فکرش هم نمی کنه با چی اعمال نای شایسته انجام بده. جالب اینجای وقتی که ذکر رو گفتن، گفتن ذکر زمانی ارزش داره که مقطعی نباشه، همیشگی باشه، دائمی باشه. ذکر انسان ارزش داره. در همین آیه هم بیان کرد در عبادت بودن و در گفتن ذکرها بودن. حالا خب در حصه قرآن خواندن ما ایره همیشه شنیدیم که میگیم که قرآن همیشه در تاقچه های ما ماندگیست، خدا نکنه که خاک بخوره و هیچ وقت نشده باشه که ما او را باز کنیم و تلاوت کنیم. حالا صرف فقط ماه مبارک رمضان نباید این کاره، در همه ماها انشالله که بتانه میره ادامه دار ادامه بتیم به تلاوتی از قرآن و تفسیر او و تدبر در قرآن، تا اینکه بتانیم استفاده ببریم از تمام او تفاسیری که در قرآن هست و درس هایی که قرآن برای ما داره. حتی انسان رو همی باعث میشه که خواندن قرآن و تدبر در او در غیر ماه فرق نداره، ماه رمضان یا غیر از او، به انجام فرامین الهی وادار میکنه. یعنی وقتی انسان میخونه یک مطلبی رو، کارهای نیک و بله. کارهای شایسته رو انجام بده. حالا مثلا این دعا و نیایشی که شما گفتین که در این شبهای قدر باید انجام بدیم، خب این بسیار عالی هست. انشالله که توفیق بده خدای بزرگ که ما بتانیم در این شبها دعا کنیم، نیایش کنیم، استغفار کنیم و استجابت دعا انشالله که نصیب ما شود، برای همگی و حاجت ها برطرف شود و مورد عفو خداوند قرار بگیریم. نکته دیگه خانم حسن‌زاده ای که خب حالا این دعا و نیایش که بسیار خوب، آیا ما در این شبها نباید بیشتر توجه داشته باشیم و محاسبه کنیم اعمال خود ما را که آیا ما داریم نسبت به کسایی که به هر حال شاید حق و ناسی به گردن ما داشته باشه، ما حق و ناسهای زندگی رو فراموش نکنیم، استغفار میگیریم، یعنی از خدای بزرگ توبه میگیریم، میخواهیم استغفار، میخواهیم العف میگیم و شاید که حق الله قبول شود، ولی حق و ناس چطور؟ این محاسبه ها رو ما چه باید انجام بدیم؟ احسن، به نکته خوبی رو اشاره کردیم. خودسازی خودش مراحل مراقبه و محاسبه و اینها رو داره. در این زمینه باید توجه کنیم. درست است ما نسبت به استغفار و ذکر و یاد خدا انسان باید پافشاری کنه در این شب ها، ولی اونها رو در حد توان خودش باید اونها رو برگردانه. اگه حق و ناسی بر عهده ما هست و میدانیم در حق فلان کس ما خدایی نکرده به نسبت به او جفا کردیم، نسبت به او باید اینجا ازش طلب بخشش کنیم. اگه هم به طرف دسترسی نداریم در حق او دعا کنیم، در حق از او استغفار کنیم. بله. و برعکس هم خانم زوری میتونه اتفاق بیفته، یعنی حلالیت باید بگیریم. تا زمانی که ما به حق الناس توجه نکنیم و حلالیت نگیریم
بسیاری از اعمال ما شاید قبول نشه، معلق هست اصلا. و در صورتی که همین میتونه برعکس خانجوری در نظر بگیریم، این که همونطور که ما از بقیه حلالیت میگیریم و بخشش میخواهیم، خود ما هم دل بزرگی داشته باشه نسبت به افرادی که به ما خدایی نکرده کوتاهی کردن، در حق ما خدایی نکرده سخنی نادرست گفتن، اینجی هم عفو بخشش نسبت به اونها داشته باشیم و اونها رو از ته دل ببخشیم، چون همین زمینه فراهم میشه که الان ما مرحله دوم عامل رستگاری که میخواییم بیان کنیم، توبه انسان هم مورد قبول واقع بشه. بله، بسیار خوب. میان برنامه داریم تقدیم عزیزان، بعد از او همراهی کنین برنامه روشن را. خداوندا یاریم کن که روزه و شب زنده داریم، در این با مقبول درگاهت واقع شود. ای معبود جهانیان، یاریم کن تا از خواب غفلت بیدار شوم و گناهانم را بر من ببخش. تشنه‌ام تشنه دریای رحمت الهی، با جسمی گناهکار خود را به ساحل این دریا رسانده‌ام تا در آبش تطهیر کنم. سهمم از این ما همین اعمال است. خب، امیدوار هستم که تا این لحظه که برنامه روشنا را همراهی کردن استفاده لازم برده باشین و در این شبهای متبرک در نیایش‌های عارفانه و عبادت‌های خالصانه تان ما را هم فراموش نکنین و التماس دعا از همه شما عزیزان داریم و امیدوار هستم که این روزها و شبها برای همگی ما بهترین روزها و شبها باشه و بهترین تقدیرات برای همه ما و شما رقم بخورم. بهترین ها را برای یک یک شما آرزومند هستم و میشنویم و میبینیم که چه راههایی در این شبهای ماه مبارک رمضان، به خصوص در این شب قدر، میتونه ما را به رستگاری برسانه. یکی از اون راه ها را خانم حسن‌زاده بیان میکنه برای ما. بله، دیگه از عواملی که باعث رستگاری میشه در شب قدر ما گفتیم که توبه هست و خود خداوند متعال در سوره نور آیه 31 بعد از اینکه تذکرات و دستوراتی در مورد حفظ عفت و به مردان و زنان میدهند، میفرمان هر جایی که مخالفت احکام الهی رو نمودید توبه کنید و از مخالفت عوامر از او دیگه خودداری کنید. میتونیم بگیم قسمت آخر آیه به این شکست: ای مؤمنان، همگی به سوی خدا بازگردید و توبه کنید تا رستگار شوید. اینجا هم بحث رستگاری رو در ضمن توبه کردن میفرماید. خب، توبه به درگاه خدا در این شبها خیلی ارزش داره، یعنی همه شبها انسان میتونه توبه کنه، ولی اینجا دیگه قداست خاص خودش روی توبه داره و اینجا دیگه شب قدر مسیر رستگاری برای از او فراهم میشه. انسان خوب است در این شبها از این مطلب غافل نباشه. بله. و این شب قدر رو فرصتی دوباره برای خودش پیدا کنه تا به خداوند بهتر نزدیک بشه و بتونه از رحمت الهی بهره مند بشه. و جالب اینجا ناامید و مایوس هم نباشه، چون بعضی از وقتا افرادی میگیم که تو مثلا میگن گناهی انجام دادیم، کاری انجام دادیم، انقدر زیاده است دیگه خدا ما رو نمیبخشیم. بله، ما اینجا میگیم که خداوند در زمین برای خداوند نباید یأس و ناامیدی باشه، چون خیلی از آیات قرآن این مطلب اومده: انه هو الغفور الرحیم، خداوند بسیار بخشنده است، آمرزنده و مهربان و بخشنده است. بله. خب، چقدر آیات زیادی در قرآن به این نکته تاکید کرده. پس خوب انسان هیچ وقت با توجه به اون کارهایی که کرده مایوس نباشه از درگاه خدا. خود همین مایوس بودن یک گناه بزرگی هست. ما داریم که میفرمایم
بازای، هر آنچه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای. این درگه ما درگه ناامیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازای. خب این یأس و ناامیدی با وجود این آیات قرآن و این مفهومشه دیگه اصلا معنا نداره. و جالب از این چیز که بازگشت که میگم بازگشت کن به سوی خداوند، این رو در نظر داشته باشیم، بازگشتی باشه که انسان با اعماق وجودش باشه. یعنی همون توبه که شما میگین خود شرایط داره. احسن، خب باید شرایط توبه رو بفهمیم، بدانیم که ما خب میگم از امشب شروع میکنیم میگم که خدایا مثلا استغفر الله ربی و اتوب الی، العف العف، اینا ذکرهایی هست که در شب قدر گفته میشه. خب آیا این واقعا از تمام وجود هست؟ آیا از عمق وجود هست؟ شرایط توبه رو باید بیایم بگویم برای بیننده های عزیز. خب چه شرایطی دارد توبه؟ وقتی ما میگم اولین شرط مایی که بتونیم به رستگاری برسیم در شبهای قدر توبه کردن است. خب چه قسم بعد توبه کنن؟ بله، چه نوع توبه؟ سوال واقعا به جای پرسیدین. این توبه زبانی صرف نباشه، خدایا من این گناه ها رو انجام دادم، این اعمال مثلا شر رو انجام دادم و بدی ها رو انجام دادم، خدایا ما رو ببخش. خب این صرف کافی نیست، در اینجا باید تصمیم بگیریم، اراده بکنه که فرد دوباره گناه ها رو انجام نده و ای که به راه راست قدم برداره، تصمیم قاطع که دیگه انجام نده و در مقابلش او رو اعمال رو جبران کنه که با اعمال نیک خودش این قسمت بتونه اونا رو جبران کنه، یعنی برگشت به خطا دیگه در او نباشه. این رو میتونه بگی توبه نسوح، یعنی توبه ای که دیگه هیچ برگشتی در او نیست. یعنی اگر برگشت داشته باشه دیگه پذیرفتن نیست توبهش؟ توبه نمیگی پذیرفته نیست، او قداست توبه دیگه، ارزش توبه دیگه وجود نداره. خب ممکن است بار دیگر انسان توبه کنه و بو پذیرفته بشه، رحمت خداوند در باز است. خب ولی در اینجایی که انسان میخواد توبه کنه و واقعا مورد عفو، شاید اصلا فرصتی نشه که من دوباره توبه کنم. ولی اینجایی که انسان واقعا فرصت برای از او ایجاد شده، اصل توبه این است که دیگه انسان بازگشتی نداشته باشه، تصمیم داشت حالا خطایی از او دوباره برآمد میتونه جبران کنه. نمیگیم جبران وجود نداره، بله. جبران هست، ولی شاید عمر انسان برای او جبران کفاف نده. این نکته. شرط دیگه که میتونه انسان یکی از این شرط که دیگه بازگشت نداشته باشه به سوی او کار خطایی که انجام داده، دیگه این است که در سوره قصص اومده، خانزوری آیه 67، خداوند متعال میفرماید اما کسی که توبه کند ایمان آورد، یعنی ایمان و توبه رو در کنار هم آوردن، کسانی که ایمان آوردن توبه کردن، بعدش میفرماین عمل احصاله باید انجام بده. یعنی در قبال او کارهای زشت خودش باید اینجا عمل صالح انجام بده. خب خود انسان یک جوری هست که بازگشت به بدیها در او بیشتر جلوه میکنه تا خوبیها. خب اینجا دیگه وقتی توبه کرد به صورت انابه باشه، یعنی دیگه من هیچ برگشتی نسبت به گذشته نداشته باشم. خب اینجا هست که در زیر چتر رحمت الهی قرار میگیره. اینجا هست که از شروط توبه میتونیم بیان کنیم، از کارهایی که در قبل انجام داده پشیمان باشه، علاوه بر پشیمان بودن این که دوباره به اونها باز نگردم، کار کنه که بتونه جبران کنه، اگر خطاهایی که در قبل داشته بتونه جبران کنه و پشیمان باشه، پشیمان واقعی باشه و تصمیم بگیره که دیگه هیچگاه بر نگرده به او گناهانی که در قبل داشته، این میشه یک توبه واقعی. احسن. در این جایی که وقت توبه واقعی برای از او اتفاق افتاد، سعی میکنه در ادامه اطاعت خدا رو به جا بیاره و دوری از معاصی رو در نظر گرفته باشه، حتی معاصی دیگه که قبلا ممکنه به اونها مبتلا نبوده. من یک مثال اینجی بزنم، اینجی است که زمینه رستگاری سعادت دنیا و آخرت رو برای از او فراهم میکنه. من یک مثال بزنم، مثلا خدای نکرده یک فردی مبتلا بوده به یکی از گناهان بوده، خب حسد داشته، کبر داشته،
غرور داشته نسبت به افرادی که خب این خودش باعث میشه که یک افرادی رو مثلا از اون رنجور باشن مثلا بله. یا فلانی همش باعث میشه که این کار رو انجام ده اصلا سلام نمیکنه و متکبرانه بله. راه میره ولی حال در این شب تصمیم بعض وقتا با این نیاز هست به اون معرفتی که انسان نسبت به خود داره به اون خودشناسی اون مراقبه که انسان داره محاسبه که میکنه من آیا همچی بعض وقتا اصلا ممکنه فردی مبتلا به کبر و غرور باشه ولی اصلا خودش متوجه نباشه بله جز عادت از او باشه ولی نه وقتی به خود فکر کرد بگه که من متوجه شدم که فلانجا نسبت خدای نگده به فلان شخصیت من بی احترامی کردم درست. خب در صدد وقتی که میخواد جبران کنه پشیمان باشه از در مرحله ابتدا و بعدش هم در صدد جبران باشه حالا ما صرفا این رو به عنوان مثال گفتیم میدانیم خدای نگده افرادی که مبتلا به دروغگویی هستن یا خدای نگده مبتلا به حرامخوری هستن خب غیبت تهمت اینها همه رو در نظر بگیریم که واقعا انسان توبه کنه و بعد از اون این رو انجام نده و اگر هم به قول شما اگه یک وقتی زمینش فراهم شد اینجی که دیگه در برابر از اون صبر کنه اینجی صبر در برابر هوای نفس هست ارزش توبه رو بالا میبره و انسان میتونه از حتی در قرآن صبر سفارش شده اون رو از عوامل رستگاری هم نام برده خداوند متعال که درستان. الان فکر نکنم امروز همه ای اونها رو بحث بشه که ما بکنیم ولی یک مقداری از اون رو من یک نکتهش رو بگم سوره آل عمران آیه 200 خداوند متعال میفرمان ای کسانی که ایمان آوردید در برابر مشکلات و هوس‌های استقامت کنید و در برابر این قسمت در برابر دشمنان نیز پایدار باشی و از مرزهای خود مراقبت کنی جالب اینجا میگه از خدا بترسید وقتی یه انسان خدا ترس باشه میتونه رستگار هم باشه در اینجامش بله. فرموده در از خدا بترسید تا به رستگاری برسید درستان. باز هم رستگاری رو در زمینه صبر انسان صبر. یکی از صبرهایی که ما تاکید شده که میخوایم مثلا در برابر صبر در برابر گناهان هست. گناهان بسیار هست. عالی انشالله که در این موارد در هفته دیگه صحبت میکنیم به صورت مفصل چرا که واقعا اهمیت داره ای که ما توبه میکنیم و بعد از او ای که دوباره ما به گناه آلوده نشیم چی باید بکنیم باید صبر در مقابل گناه داشته باشیم بحث بسیار خوب و مهمی است همراه شما عزیزان در هفته دیگه نسبت به این موضوع حتما گفتگو میکنیم حتما همراهی کنین برنامه روشنا را در هر روز تشکر و سپاسگزار هستیم از حضور گرم شما عزیزان بیننده و همچنین خواهر خوبم خانم حسن‌زاده که امروز کارشناسی برنامه ما رو به عهده داشتن از حضور شما خداحافظی میکنیم و بهترین ها را در این شبهای قدر برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواهان هستیم خدا نگهدار همه شما اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم